سرخط خبرها، 4 متعصب امرالمعروف طالبان در ولایت دایکندی به اتهام عضویت در داعش بازداشت شد. کشته شدن یک فرمانده ارشد طالبان در تخار. امشب سرنوشت پنجشیر در میدان جنگ بین ملازاکر و فرمانده خالد امیری معلوم می شود. مشروع خبرها، مسئولان ریاست استخبارات طالبان دایکندی از بازداشت 5 تن به اتهام عضویت در شبکه داعش در این ولایت خبر دادند. با گزارش اسپوتنیک، عبیدالله فیضانی رئیس استخبارات دایکندی بر رسانه‌های محلی این ولایت گفته که 4 تن از افراد بازداشت شده محتسبان ریاست امرالمعروف نهی از منکر دایکندی اند که به تازگی در این ولایت استخدام شده بودند و یک تن دیگر کارمند یک نهاد امدادرسان است. به گفته فیضانی، در نتیجه بررسی ها 4 تن از این افراد عضو بودنشان در شبکه داعش را پذیرفتند و تحقیق از این فرد پنجمی ادامه دارد. او می افزاید که افراد متهم به عضو بودن در شبکه های داعش باشندگان اصلی ولایت‌های لغمان و ننگرهار هستند. کشته شدن یک فرمانده ارشد طالبان در تخار. از نزد این فرمانده طالبان، یک میل کلاشینکوف و یک مخابره به دست نیروهای مقاومت ملی افتاده است. به گزارش اسپوتنیک، جبهه مقاومت ملی با نشر یک خبرنامه ادعا دارد که قاری شمس الدین گجر، یکی از فرماندهان ارشد گروه طالبان در ولایت تخار، از سوی نیروهای جبهه مقاومت ملی در این ولایت به هلاکت رسیده است. این جبهه می افزاید که این رویداد شب گذشته در ولسوالی فرخار ولایت تخار رخ داده است. از نزد این فرمانده طالب، یک میل کلاشینکوف و یک مخابره به دست نیروهای مقاومت ملی افتاده است. این در حالی است که قرار بود شمس الدین گجر از قریه فرخار به هدف نبرد با مقاومتگران در نبرد اندرابهای ولایت بغلان با 30 تن از همراهانش هفته آینده اشتراک کند. گفتنی است که در 24 ساعت گذشته در ولایت تخار این سومین رویداد است که از سوی نیروهای سربلند جبهه مقاومت ملی بر ضد طالبان انجام می شود. گزارش بود از اعلامیه رسمی در سایت رسمی جبهه مقاومت ملی افغانستان. امشب سرنوشت پنجشیر در میدان جنگ بین ملازاکر و فرمانده خالد امیری معلوم می شود. محمد ناطق: پنجشیر وضعیت کاملا جنگی است. طالبان در مناطق مختلف عملیات های گسترده را آغاز کردند. ملازاکر در رأس یک نیروی بزرگ به دره رفته و بعد از 6 امروز با نیروهای مقاومت درگیر شدند. نیروهای جبهه مقاومت هم میگویند آمادگی های لازم به خاطر دفع این حملات را دارند. همچنان از ساعت 9 الی 12 قبل از ظهر در نتیجه درگیری های شدید در منطقه اومرز پنجشیر گفته شده است 2 موتر رنجر طالبان تخریب شده است و طالبان تلفات جانی را نیز متحمل شدند. این در حالی است که طالبان دستور داده است به ساکنان پریان پنجشیر، روستاهایتان را تخلیه کنید. منابع محلی در پنجشیر میگویند که طالبان به باشندگان شمار از روستاهای ولسوالی پریان این ولایت دستور دادند تا خانه هایشان را تخلیه کنند. منابع روز شنبه 19 سنبله در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان به حدود 50 خانواده در روستاهای کوهسار، کوهجان و شمار از روستاهای دیگر این ولسوالی دستور تخلیه دادند. به گفته منابع طالبان، باشندگان این روستاها را به همکاری با جبهه مقاومت ملی متهم کردند. طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. پیش از این نیز طالبان ده ها خانواده را در بخش های مختلف پنجشیر به ویژه دره عبدالله خیل ولسوالی دره به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی کوچ اجباری دادند. گزارش های از جهان، واکنش ها به درگذشت ملکه بریتانیا، زنی که 70 سال حکمرانی کرد. الیزابت دوم ملکه بریتانیا در اقامتگاه خاندان سلطنتی به عمر 96 سالگی درگذشت. وفات او واکنش‌های زیاد را در سطح جهان برانگیخته است. رئیسان جمهور، شهروندان و سازمان‌های مدرک کشورها درگذشت خانم الیزابت دوم را دردناک توصیف کردند.
فرمان روای باوقار، شرافتمند و نجیب، صاحب عزم و اراده و دوست خوب، از ویژگی های شمرده می شوند که پس از درگذشت ملکه بریتانیا به او نسبت داده شده است. الیزابت دوم ملکه بریتانیا روز پنجشنبه 8 سپتامبر به سن 96 سالگی چشم از جهان بست. در خبرنامه قصر سلطنتی باکینگهام آمده است که ملکه الیزابت دوم در کمال آرامش در کنار خانواده و نزدیکانش در بلمورال، اقامتگاه خاندان سلطنتی در اسکاتلند، چشم از جهان فرو بسته است. اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا برای 10 روز اعضای عمومی اعلام کرده است. ملکه الیزابت در سال 1952 میلادی تاج و تخت را از پدرش به ارث برد، اما مراسم تاجگذاری او در سال 1956 میلادی انجام شد. او 70 سال سلطنت کرد و درگذر دوره حکمروایی ریکورددار تاج و تخت در یک هزاره گذشته در بریتانیا شده است. نام کامل او الیزابت الکساندرا میری بود که هنگام مراسم تاجگذاری لقب ملکه الیزابت دوم را از آن خود کرد. خانم الیزابت پس از درگذشت پدرش جورج ششم، هنگامی که به عریکه سلطنت تکیه زد، 26 سال سن داشت. الیزابت دوم در منطقه میفر در شهر لندن زاده شد و بزرگترین فرزند دوکیوک بود. دوریوک پسر دوم جورج پنجم پادشاه وقت بریتانیا بود که بعدها عریکه سلطنتی را از پدرش به ارث برد. ملکه الیزابت دوم پیش از رسیدن به تاج و تخت با دوک ایدنبرگ ازدواج کرده بود. همسر الیزابت دوم سال پار به سن 99 سالگی درگذشت. احساس مسئولیت و عزم راسخ از ویژگی های مهم ملکه بریتانیا خوانده شده است. بریتانیا زیر حاکمیت ملکه الیزابت دوم فراز و نشیب های زیاد را تجربه کرد، حتی در موارد نقش نهاد سلطنتی زیر پرسش رفت، اما تلاش های این ملکه در حفظ نهاد سلطنتی جدی و موفق بود. زمانی که ملکه بر عریکه سلطنت تکیه زد، پرچم بریتانیا در شمار از کشورهای مستعمره به اهتزاز در می آمد. خانم الیزابت اما روی وجود کشورهای مستقل و مشترک المنافع تاکید کرد و بریتانیا به تدریج از مستعمره هایش جدا شد. الیزابت دوم 4 فرزند دارد. طبق قوانین سلطنتی حاکم در بریتانیا پس از درگذشت و پسر بزرگش آقای چارلز سمت پادشاهی را بر عهده گرفت. تاج و تخت سلطنتی طبق عرف رایج در بریتانیا بدون هیچ مراسمی به شاهزاده چارلز منتقل شد، اما باید چند مرحله تشریفاتی و سنتی را سپری کند تا رسما به عنوان پادشاه جدید بریتانیا معرفی شود. گفته می شود که مراسم معرفی او به عنوان فرمانروای جدید بریتانیا روز شنبه 10 سپتامبر در حضور مقام ها و چهره های سیاسی برگزار خواهد شد.